انجمن بازیگران سینمای ایران در واپسین بیانیه خود برای آزادی پگاه آهنگرانی از زندان که چندی پیش منتشر شد میگوید در این ایام شاهدیم که اتفاقهای ناگوار با قید تکرار بر جامعه بازیگری ایران سنگینی میکند. اتفاقات ناگوار از جمله دستگیری پیاپی بازیگران و طرح علنی اتهاماتشان، همچنین رسانه‌ای شدن نظرگاه‌های بنیادگرایانه علیه بازیگران زن و مشکلات صنفی همچون نبودن بیمه درمانی، از کار افتادگی، بازنشستگی و مسکن و توجه بیشتر به بازیگران خانه نشین شده ناشی از ممنوعیت‌های اجتماعی یا بیماری از جمله موضوعاتی است که انجمن بازیگران سینما همواره بر آن تاکید داشته است. موضوعاتی که حتی دیدار با وزیر فرهنگ نیز چاره ساز نبوده و هر روز گزارشی از مرگ و میر این هنرمندان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان یا تأمین مایحتاج زندگی منتشر می شود. پس از ایرن، نادیا گلچین بازیگر سینما و تلویزیون هم رفت. مرگ ناشی از بیماری کلیه. تمام زندگی اما اعضای بدن من داره داغون میشه. هی داره رفته رفته یه سری بیماری های جدید میاد سراغم. نادیا گلچین در 23 فیلم سینمایی از جمله روسری آبی، دختری با کفش های کتانی و مهر مادری و همچنین در 5 سریال تلویزیونی از جمله پزشکان و 3 در 4 بازی کرده بود. نادیا گلچین بسته شدن خانه سینما توسط مسئولان دولتی را ضایعه‌ای جبران ناپذیر دانسته و می گفت وقتی مسئولان درگیر تعطیلی خانه سینما و مشکلات آن هستند دیگر به یاد عیادت و دلجویی از من نمی افتند. نادیا فرزند نادر گلچین خواننده سرشناس سنتی ایران است که بیش از 50 ترانه در کارنامه هنری خود دارد. او پس از انقلاب برای همیشه از کار هنری یعنی خواندن آواز سنتی محروم شد. نادر گلچین به هنگام پیش آمد زمین لرزه مهیب منطقه بوئین زهرا در سال 1341 همراه با گروه موسیقی عمادرام به اجرای برنامه موسیقی پرداخت و درآمد ناشی از آن را به بازماندگان زمین لرزه اختصاص داد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.